نوید جان سلام. سلام آقای نوید جان آرمین، خوبی؟ خوبی؟ آره صدام ببخشید داری جان دیگه؟ خوبم بس. بله، قربونت، مرسی. اول بریم سر اصل مطلب، که چون دیره تم شد، یه نزدیک 2 ساعت داره میشه. تو جمهوری خواهی یا دموکرات؟ شما سیاست آمریکا رو دارین میگین؟ آره، اگه مثلا فرض کن میخوای توی سیاست نه آمریکا آمریکایی نیستم. بیشتر، میدونم حالا تمایلت به جمهوری آها، خواهان آمریکاست یا دموکرات ها؟ من یه سری چیزای جمهوری خواهان رو بیشتر قبول دارم، ولی اگه باید مجبورم انتخاب کنم بیشتر دموکرات ها. آخه تو میگفتی من خیلی راستم، من فکر میکردم مثلا جمهوری خواه رو انتخاب میکنی اگه قرار باشه انتخاب کنی. نه، من از جمهوری خواه ها خیلی دینی هن. خیلی ضد حقوق زن رو رعایت نمی کنن. خیلی ضد آره دیگه، خب بالاخره هر کدومشون یه ضد همجنسگراها هستن، ضد ترنس ها هستن و خیلی ضد محیط زیست هستن. خب و اون تنها چیزی هم که قرار دفاع بکنن که من دوست دارم، اونم درست دفاع، یعنی اتفاقا برعکسش انجام میدن. یعنی میگن باید از اقتصاد آزاد بیان دفاع بکنن و مثلا فلسفه شون اینه که بعد از اقتصاد آزاد دفاع بکنن، ولی هر موقع میان تو قدرت دقیقا برعکس این کار انجام میدن. یعنی میان مثلا پول و دولت رو با آره دیگه، اقتصاد مثل سیاست های ترامپ آره دقیقا، یعنی میبندن آزاد. همون یه دونه چیزشون هم که باید خوب باشه رو فقط حرفش رو میزنن، واقعیتش رو انجام نمیدن. برای درست. همین دموکرات ها آره. راجب تئوری که مجید مطرح کرد بابت این قضیه داعش خراسان، من میتونم بگم یکم باهاش موافقم، البته حدس گمانه، بازم دارم میگم گمانه، ولی اون دلیلی که تو آوردی که طالبان دنبال ثباته، قبول دارم طالبان دنبال ثباته، ولی یه نکته ای هست. تو دقیقا اگه دقت کرده باشی، بعد از اون حمله طالبان یه اعلامیه صادر کرد و گفتش که ما که فرودگاه امنیتش با ما نبوده، که اینو باید خود امریکایی‌ها باشه. یعنی ممکنه حتی طالبان به همین دلیل بندازه گردن امریکایی‌ها. بلکه آبروریزی بگو. شد براش، بلکه آبروریزی شد براش. آره، ولی تو فرض کن اگه قرار باشه اون تئوری رو اجرا بکنن و تئوری مجید مثلا تا این حد درست باشه، داریم حدس میزنیم، فقط حدس میزنیم. نوید جان میشه توضیح بدی از اول، برای اینکه ما این ویدیوها رو کلیپ میکنیم، ممکنه مردم نفهمن ما داریم در بشی صحبت میکنیم. نمیدونم مجید چی گفت، تئوری من چی بود. مجید گفتش که داعش خراسان این حمله ای که کردش به فرودگاه کار داعش خراسان نبود، اینا همون دار دسته طالبانن، منتها به اون اسم این کارو کردن برای اینکه مردم بترسن نرن فرودگاه، و داشت برای طالبان بد تمام میشد. تو همه اخبار میگفتن که آقا ببینید مردم دارن از طالبان فرار میکنن، میخواد چلو اینو بگیره. یه حمله ای هم کرد، البته موفق هم نشد، در نهایت باز مردم رفتن فرودگاه. مجید اینو گفتش. چیزی هم که من گفتم جواب دادم این بود که الان این کاملا به ضرر طالبانه، برای اینکه طالبان میخواد نشون بده که قابلیت اینو داره که ثبات وجود بیاره. البته طالبان، من مگه میخوام نشون بده که میتونه ثبات وجود بیاره؟ موقعی که قدرت دستشه، یعنی موقعی که خودش مسئوله. نه مگه طالبان، اگه مگه طالبان خیلی دوست داره که ثبات نباشه موقعی که آمریکایی‌ها هستن و که اینو نمیخواد، ولی موقعی که مسئولیت ثبات دست طالبانه، میخواد نشون بده که قابلیت اینو داره که ثباتو بیاره. آره دیگه، آره دقیقا. ولی من میخوام بگم که طالبان، شما حالا بیایم اینجوری فرض کنیم که مثلا طالبان میخواد یه جوری این قائله فرودگاه رو جمع و جور بکنه، داره اونم آبروریزی میشه، چون واقعا آبروریزی بود. مدام ذبیح الله مجاهد میرفتش تو خبرگزاری مختلف، اولین سوالی که ازش میکردن گفتن آقا این چه وضعیه تو فرودگاه، ملت دارن فرار میکنن، همه دارن از شما در میرن، این چه وضعیه واقعا، مردم شما رو، هم شما که میگید مقبولیم و فلان، این خیلی این سوال خیلی، چون من دنبال میکردم چیزای ذبیح الله مجاهد و خیلی این سوال ازش میشد، توی شبکه کوثر ایران هم این سوال ازش شد. و حالا فکر کن که با این شرایط طالبان میخواد این قائله رو جمع بکنه، یه گروهی به اسم داعش خراسان که گروه کوچیکی هم از تو افغانستان، که البته الان میگن داره رشد میکنه، ولی خب موقعی که تأسیس شد از اون موقع خیلی رشد نداشته، چون طالبان خیلی قدرت داره در ازای اون. این گروه فرض کن با طالبان همدسته، به رئیس اون یکی، اینا همش فرضه ها، همش فرض، به رئیس اون یکی میگه که آقا چی، تو یه دونه بمبگذاری تو بکن، من به اسم تو تمام میکنم و که این قضیه قائله فرودگاه ختم بشه. این اتفاق هم که افتاد، دقیقاً طالبان بعدش، یعنی 1 ساعت بعد از بمبگذاری، اعلام کرد که
فرودگاه امنیتش دست، ببینید فرودگاه امنیتش دست آمریکایی است، آمریکایی نمیتونن امنیت خودشون هم برقرار بکنن، اینا عرضه ندارن. ما بهشون هشدار هم تازه داده بودیم، جالبه هشدار هم داده بودن، همین که هشدار داده بودن ممکنه بگیم که آره داده بودن، میدونم هشدار داده بودن، منم همین میگم، یعنی اینکه هشدار داده بودن و این اتفاق، یعنی میتونه کلش توری باشه، خیلی هم پیچیده نیست، خیلی راحت هم میتونن اجرا بکنن. اینو چی ثابت میکنه؟ اینو دقیقاً همون جمله‌ای که تو گفتی ثابت میکنه. آیا ببینیم از این به بعد داعش و خراسان حمله خواهد کرد یا نه؟ یعنی این دوتا گروه با هم مخالفن یا نه؟ هم دستم. اگه هم دستم من تئوری مجید بیشتر چیز میشه دیگه. بیشتر بولد میشه توی این زمینه. خب سه تا نکته. یکی این که بگیم که گفتم خب ببینیم ما تقصیر ما نیست، تقصیر آمریکاییاست. اینو بعد از اینکه این اتفاق افتاد گفته. خب یعنی قبلش داشتن مسئولیت اینو پذیرفته بودن که خودشون، یعنی خیلی خیلی به نظرم سیاست بدی میشه برای طالبان که قبل از این نه نه قبلش هم این میگفتن، نه قبلش هم این میگفتن که فرودگاه رو ناامن کرده امریکا. اینا رو ذبیح المجاهد مرتب میگفت این ناامنی دستگل فرودگاه است، دستگل آمریکاست، ناامنی فرودگاه نمیدونم افتضاح فرودگاه دستگل آمریکاست، این چه کاریه داره میکنه، داره ناامن میکنه کشور ما رو، این حرفا رو قبلش هم میزدن. خب هدف از این حمله چی میشه اگه این خود طالبان بود؟ هدف از این حمله چیه به نظر تو؟ دارم حدس میزنم، من نمیگم واقعا اینطوریه، من دارم فقط حدس میزنم، میگم شاید به خاطر اینکه مردم دیگه نرن فرودگاه، حداقل اون آبروریزی که آقا ببین همه دارن از دست شما فرار میکنن یه جوری جلوشو بگیره، مردم به فرودگاه کمتر میرن، باعث میشه مردم بیشتر برن به خاطر اینکه میبینن چقدر خر تو خره و همه دارن نمیرن. و به نظر تو باعث این میشه؟ به نظر طالبان همه چیزاش با انتحاری حل میکنه مشکلاتشو، طالبان هر جور مشکلی داره خود با انتحاری حلش میکنه، میرن دم مرز پاکستان و اونجا باید فیلم بگیرن که الان مردم دارن از مرز پاکستان همه بله الان که دارن مردم از بالاخره. ببین البته یه نکته ای هم ببین طالب، نه ببین طالب، به نظر من دلیل که این اشتباهه اینه که حالا از فرودگاه نرن، از یه جای دیگه میخوان برن. طالبان الان کلی داره سعی میکنه که بیاد تبلیغات بکنه که مردم نره. خب حالا تو اینجا فرودگاه یه بمبی بذاری که مردم از فرودگاه نرن، ولی با اینکه میخوای مردم بمونن، باعث به طور کل باعث تاثیرش این میشه که مردم بیشتر بخوان برن. یعنی حالا ممکنه به طور موقت تاثیر بذاره که حالا از این فرودگاه نرن. خب نه، موضوع فرودگاه خیلی بولد شده بود، موضوع فرودگاه شاید 10 بار توی سخنرانی‌های زرگل مجاهد جاهای مختلف که مصاحبه کرد بهش گفتن، موضوع فرودگاه آبروریزی بود برای طالبان، خیلی بزرگ. این خیلی ریس، ببین این به نظرم هزینه‌اش از سودش خیلی بیشتره. خب به خاطر که یه همچین اتفاقاتی رو بالاخره یه جای کسی میفهمه میاد بیرون. خب این یه چیزی نیست که همیشه مخفی بمونه، طالبان میدونه این چیزا بالاخره یه جوری میاد بیرون اگه واقعا این باشه. خب یعنی نه اگه با داعش خراسان دستش توی کاسه باشه خیلی بعیده بیاد. آره ولی به نظر من ریسک، ببین بالاخره الان پیروزن اینا، طالبان دیگه پیروز شده دیگه، آمریکا داره میره، قدرت افتاده دستشون، اگه هم چیزی ریسکش خیلی زیاده. خب که اگه طالبان بیاد نشون بده که طالبان خودش بوده که حمله کرده فرودگاه، به نظر من هزینه، یعنی هزینه احتمالیش از سودش خیلی به نظر من بیشتره. آره اونم هست. خب یه چیزی هم برای اینکه احتمالش هست که برای من باور کردنی سخت باشه، البته ممکنه باشه نمیدونم، بالاخره اینا همون پشتونای همون گروه های خودشونه. یکی ولی دلیل اینم که این خروج ما میتونست به شدت کند بکنه. خب یعنی احتمال اینو داشت، البته دیدیم بایدن گفتش که نه ما همینجوری خروج همون روز میذاریم که قرار بود باشه، ولی این طالبان خیلی حساسیت داشت بخاطر اینکه یه بابا این طالبان گفتش که اون روزی رو که ترامپ گفت باید بریم بیرون، گفت اگه نرین من جهنم میکنم تا افغانستان رو برای هر چه نکرد. البته نکرد، برای همین طالبان یه مقدار ضعیف به نظر اومد. خب گفتش که گفت این روزی که ترامپ گفت خط قرمز ماست، بایدن اومد عوضش کرد، اینا اون قولی رو که داده بودن که بیان این خط قرمز رو کسی رد نکنن ندادن، گفتن که دیگه این آگوست 31 دیگه خط قرمز ماست. خب و برای این که دیگه و برای همین به نظر من طالبان خیلی میخواست که دیگه هزینه اینو نده که اگه بایدن از اون خط قرمز دومشون رد بشه
آره براشون سخته. طالبان باید طالبان باید یه کاری میامد میکرد که نشون بده که شما از خط قرمزه دوم ما هم رد شدین، الان دیگه ما باید یه کاری بکنیم که این برای شما هزینه بشه، و طالبان نمیخواست این کارو بکنه برای اینکه این خیلی هزینه داشت برای طالبان. برای این طالبان حساسیت داشت که مطمئن بشه آخرین هواپیمای آمریکایی حتما آگوست 31 از فرودگاه بره بیرون. برای همین یه بمبگذاری اینجوری ممکن بود باعث بشه که این یه مقدار عقب بیفته، و من فکر نمیکنم طالبان میخواست اون هزینه رو بده. خب از این لحاظ میگم، ولی خب نمیدونم، شاید هم شما دارین درست میگین. میبینیم اگه این حمله های داعش خراسان ادامه پیدا کرد تو روزهای آینده. آره دیگه اون معلوم میکنه دیگه، چون بارها داعش خراسان گفته که ما با طالبان مشکل داریم، طالبان رفت با آمریکا مذاکره کرد، نمیدونم طالبان دشمنه و طالبان اینا سازش کرد و این داستان. آره دیگه ما مشخص میشه دیگه. برای که برای بقیه هم واضح بشه ما داریم چی میگیم، ما داریم میگیم اگه این حمله ها ادامه پیدا کرد، این تئوری این که اینا خود طالبان بودن احتمالش میاد پایه، برای اینکه دیگه طالبان دیگه بدون آمریکا دیگه دلیلی که بخواد به خودش حمله بکنه دیگه خیلی میاد پایه تو آره. این یه نکته ای که تو این یه نکته ای هم بهت بگم، این نقد کوچولو به خودت البته فکر میکنم خیلی حل شده الان، یعنی تو این چند وقته که برنامه‌ات رو می‌بینم می‌بینم هی بهتر شده. یه موقعی وسط حرفت میپرن، تو یه اشاره می‌کنی میگی من دارم توضیح میدم برای اینکه بقیه متوجه بشن، شما متوجه شدی داره بذار من حرفم تموم بشه تا بقیه، و تو وسط بقیه حرف بقیه میفهمی میگی فهمیدم باشه فهمیدم چی گفتی فهمیدم. دقیقا به همون دلیل باید اجازه بدی که اون بابا هم توضیح بده. البته میبینم که خیلی خیلی اجازه میدی، دیدن جدیدا خیلی جلو خودت میگیری. آره سختمه برای اینکه وقتی وقتی میخوام یه چیزی بگم. آره آدم وقتی خودت متوجه میشه فکر میکنه دیگه باید بگه دیگه، الان دیگه خب دیگه من فهمیدم دیگه، این حس داره درسته. این نقد کاملا درسته، ولی این تمرین میخواد، یعنی بر من آره اون که ساعت درس ولی تو نمیدونم داری یه کارایی میکنی جدیدن خیلی عوض شدی، جدیدن خیلی خیلی جلو خودت میگیری. آره داری تمرین میکنی. یه موضوع دیگه هم که مجید گفت من یکم باش مشکل دارم، من اصلا با دو تا کلمه افتخار و احترام، یعنی این دو تا فاجعه تاریخی هن. این دو تا کلمه احترام که اصلا وحشتناک احترام یعنی یه نگاه بالا به پایین، احترام یعنی چی؟ ما به ما همیشه میگفتن بزرگترت احترام بذار، یعنی هر اراجیفی هم که گفت احترام بذار دیگه، حالا دیگه مهم نیست چون بزرگتره شما دیگه نمیتونی اعتراض بکنی، حق اعتراض نداری. حالا خب یه چیز جالبی میگه احترام رفته و جاش حرمت نشسته، تو حرمت برابره، من و تو با هم صحبت میکنیم، اگر غلط بود به نظر من نقدمو میگم، تو نقد منو اگر غلط بود به نظرت میگی چرا غلطه، یعنی میشیم. ولی تو احترام شما حق نداری این کارو بکنی، تو احترام اصلا احترامی که ما رو بیچاره کرده، یعنی احترام بچهای ما رو نابود کرده، باید بپذیرن که بالای دستیه درست میگه. یکی از دلایلی که همیشه تو ایران استبداد بوده این فرهنگ احترامه، یکی از دلایلش البته به نظر من، اونم باز سند واسش ندارم، ولی حس میکنم این فرهنگ احترامه که باعث استبداد میشه. ما همیشه باید به بالا دستیمون احترام بذاریم. وقتی شما تو 6 7 سالگی بهت میگن که بزرگترته بهش احترام بذار، بعدنم دیگه وقتی رئیسش میشه باید میچونه چرا احترام بذاره، هر چی گفت، وقتی هم شد رئیس حکومت هر چی گفت باید احترام بذاری. این موضوع احترام به نظر من باید جاش حرمت بشینه، خیلی حرمت بهتره، حرمت حداقل برابر رابطه، مهم نیست که تو بزرگتری کوچیکتری بالاتری پایینتری. حرمت یعنی چی؟ من الان نمیدونم انگلیسی شادم رفته، ولی حرمت و احترام فرق میکنه تو انگلیسی، تو فارسی خیلی شبیه همه، میگن مثلا حرمتشو نگهدار، حرمت فلان چیزو نگهدار، خیلی منظورشون همون احترامه، ولی حرمت لغوی دقیقاً احترام نیست، حرمت یه رابطه برابر. نمیدونم ولی درباره افتخار و احترام فکر کنم یه ذره نظرم با تو فرق داره. افتخار راجب افتخار حالا نه، اون که اینی که گفتم احترام بود که میگم جاش حرمت بشیم، راجب افتخارم ببین ما حالا میخوای تو احترامو بگو اگه راجب احترام نظری جفتش هم میخوام بگم، من فقط فکر میکنم آقا من راجب افتخار چیزی نگفتم. خب من فقط یه کلیه درباره جفت این یه چیزایی بگم بعد تو بگی. بگو. نه بگو. من فکر میکنم جفت اینا هم افتخار و هم احترام نابجا ما خیلی داریم. خب که مثالایی هم که تو برای احترام زدی همون مثالایی که من قبول دارم که اینا نابجا، خب ولی من فکر کنم معنیش نیست که اینا به طور کلی بدن. خب هم افتخار و احترام بجا هم داریم. خب مثالایی که من نوشتم وقتی داشتی صحبت می‌کردی برای احترام، مثلا برای
مثالای نابجایی که وجود داره، احترام به عقاید به نظر من کاملا نابجاست، خب، و افتخار به احترام به یک گروه از آدمایی به نظر من کاملا نابجاست، یا به یک موقعیتی، خب، به گروه، به یک موقعیت و یک با یک عقیده به نظر من احترام اینا هیچ کدومشون نباید براش قائل بشیم. مثلا به موقعیت رئیس یا پدر، خب، یا با یک گروهی از آدما، یا به یک سری عقایدی، چه خوب چه بد، خب، عقاید رو باید بدونیم که درسته یا غلطه. احترام نداره عقاید، خب، ولی به نظر من احترام به یک شخص اگه نشون داده که دلیلی برای احترام داره، به خاطر کاری که انجام داده، نه به خاطر موقعیتش، خب، به خاطر کارهایی که انجام داده، به خاطر استعدادش، مثلا یه نفر فرض کن که یک دانشمند باشه و کلی مثلا مفید بوده برای یک جامعه، اگه برای اون شخص به خاطر اون کارش احترام برای اون شخص قائل بشیم، به نظر من این کاملا بجاست. خب، پس احترام به خاطر عقل، یعنی یه احترام به یه دانشمند احترام بذاریم، یعنی چی؟ یعنی نوع سلامی که ما به اون دانشمند میدیم فرق بکنه با سلامی که با آدم عادی میدیم؟ نه، هر چیزی که شما دوست دارین، مثلا نه، منظور آخه تو داری احساس میکنم همین من موضوعی که داری میگی حرمته، حرمت و احترام داری قاطی میکنی. ببین الان فرق حرمت و احترام هم اینجاست، اگه بگه دانشمند به خاطر کاری که کرده، مثلا وقتی وارد یه مجلسی میشه، تو یه جایگاه بهتری تو اون مجلس بهش بدی، بگی بیا شما اینجا بشین اینجا بهتره، این میشه احترام. به نظر من بی خوده. به خاطر کاری که انجام داده، اگه بهش بگه موقع، چون دانشمند، اصلا چون دانشمنده، دانشمنده دیگه، یه سری کار کرده، کلی هم خدمت به بشریت کرده، خب، به خاطر خدمتی که به بشریت کرده، مثلا وارد یه سمینار میشه، مثلا نشسته تو ردیف دوم، یه عده آدم میام میگه آقا شما بیا بشین تو ردیف اول، این چرت محضه. حالا اون چرا؟ مثلا فرض احترام دقیقاً همینه. ببین احترام همینه. نه، فرض کن مثلا یک خانومی کلی فعالیت های حقوق بشری کرده و مثلا 1000 بچه رو از گرسنگی نشون داده، خب، بعد گرسنگی نجات داده، خب، یا اینکه مثلا زندگی خودش رو مثلا تو ریسک انداخته که مثلا یه آدم های یه جای رو نجات بده. مثلا فرض کنید یه خانومی بوده که یه مردی یا یه خانومی توی یه روستایی بوده که داشته حمله میکردن، اون لحظه آخر اونجا مونده، میتونست فرار کنه، نرفته که با بیسیم اونجا بمونه، بتونه به همه تمام یه کمک کرد، ریسک زندگیش رو کار بزرگی کرد. خب، بعد مثلا فرض کن یه مراسمی قرار گرفته شده که این خانم میاد توی پلتفرم، همه پا میشن دست میزنن، یه احترام، یعنی همه تا میاد این خانم اونجا، به خاطر این اتفاقی که افتاده یه ارزشی هممون برای این خانم. نه، اون چه تقدیره. نه، این میشه تقدیر، من باهاش مشکل ندارم، این تشکره. تعریف احترام چی؟ احترام دقیقاً همون، ببین دقیقاً اگه یادت باشه تو بچگی میگفتم به بزرگترت احترام بذار. یعنی چی کار کن؟ یعنی وقتی بزرگترت هر چی گفت، فرقی نمیکنه چی گفت، غلط یا درست از نظر تو بپذیرش. خب، یا یعنی اینکه یه خانومی، همین خانومی که تو گفتی، اومد توی سمیناری نشست تو ردیف دوم، یه عده بلندش هم میگن نه چون این خانوم یه همچین کارو بزرگی کرده، نباید تو ردیف دوم بشینه، یا تو ردیف اول بشینه. خب، قد چه صدا نوید؟ رباتی شدی برای همچین کاری کرد، چه فیلم میکنیم یه مطلب دیگه هست. الان فکر کنم چون داشتی تلفن یکی زنگ میزد صدا رباتی قرش شد برای قرش. الو، ببخشید من تلفنم زنگ. حالا تعریف افتخار برای چیه؟ برای اینکه من فکر کنم افتخار به جمع داریم. حالا افتخار میرسیم به یه جا که موضوع افتخار اگر حالا تو افتخار موضوع من احترام کلا باش مخالفم، میگم جاش حرمت بشینه بهتره، حرمت آدم ها رو نگه داریم، حرمت عقاید، حرمت چون من فرق اینا رو خیلی نمیدونم، نمیتونم باید مخالفت کنم، برای همین فعلا قبول. حالا باشه، تو توضیحات منو بشن دیگه. باشه. بعدش راجب افتخار، اصلا این موضوع که ما به گذشتگانمون به هر دلیل افتخار بکنیم به نظر من مخربه، همونی که تو گفتی. افتخار به گذشتگان باعث میشه ما برای آینده کاری نکنیم. ما اگر بیایم بشینیم بگیم ما 2500 سال نمیدونم سلطنت داشتیم، فلان داشتیم. آره، ما 2500 سلطنت داشتیم، ولی تو همون سلطنت اون داریوش آدم کشته. اگر یه روزی اومدی تاریختونو درست بررسی کردی،
ما الان مردممون به نادرشاه هم افتخار میکنن. نادرشاه آدم کش بود، تو هند قتل عام کرد، تو هیچکی اینو نمیبینه. افتخار ایرادش اینجاست، ما اگه افتخار بکنیم میشه این افتخار کورکورانه. اما من که به گذشتگانمون کلا نمیتونیم افتخار بکنیم. اگر تو جزء یه گروهی بودی که اون گروه یه کاری کرد که تو هم توش نقشی داشتی، حتما اونجا افتخار لازمه. تو اگه اونجا بهش افتخار بکنی، به خودت روحیه میدی که این کارو ادامه بدی. ولی وقتی به یه کاری که کسی دیگه در زمان دیگه کرده افتخار بکنی، مثلا حل میشه دیگه برات. میگه خب دیگه کردیم کارامونو دیگه. ما ایرانی‌ها که خیلی اصلا ما عموما ما اختراع کردیم، بریم صحبت کنیم. همین که توی فضای مجازی همه چی رو ایرانی‌ها درست کردن، تو راجع به هر چی صحبت می‌کنی میگه یه ایرانی اولش نمی‌دونم فلان بوده. همینا باعث میشه، ببین اینا باعث میشه که ماها کاری نکنیم دیگه. به نظر من افتخار اینجاش مشکل داره. من فکر می‌کنم افتخار به هر کاری که تو مسئولش نیستی کاملا بیجاست، یعنی تو به طور شخصی. دقیقاً. حالا اگر تو یه گروهی هم باشی، یه کار کوچیکی تو اون گروه کرده باشی، اون گروهه یه کاری کرد، مثلا ایرانی‌ها نه، مثلا چه بدونم محیط زیستی‌های ایران یه کاری کردن، تو هم جزء اون گروه بودی، موفق بود اون کارشون، اونجا میتونی بهش افتخار بکنی، مشکلی هم نداره، خیلی هم خوبه. آره نه ولی من میگم افتخار باید به چیزایی باشه که تو توش نقش داشتی. اگه کسی دیگه ای که با تو هم میهن بود یا هم نژاد بود یا هم دین بود یا هم کره بود. آره هم کره، هم هر چی. خب تو نبودی، هم افتخار نباید بکنی، هم شرم نباید بکنی. دقیقاً. من خیلی موقع ها دیدم خیلی هم میان میگن که مثلا تو برنامه انگلیسیمون یه اخباری از مثلا هند میگیم، خب که یه سری کسایی توی هند مثلا یه کار بدی کردن، خب کلی ها توی از طرفدارای ما از هند هی میان میگن که چقدر شرم برای من امروز که این مثلا مردم توی هند رو میان. میگم برای چی شرم؟ یعنی هم اونایی که افتخار میکنن نباید افتخار بکنن، هم مگه تو بودی؟ خب کسی میاد میگه این کار نکن، من ایرانی ام، این برای من شرم میاره. خب مگه تو کردی؟ خب شرم فقط هم شرم هم افتخار فقط باید برای چیزایی باشه که مسئولش تو بودی. دقیقاً. این که کاری که جمهوری اسلامی میکنه، جمهوری اسلامی عملیات تروریستی انجام میده، ما باید شرمگین باشیم؟ چرا ما باید شرمگین باشیم؟ جمهوری اسلامی این کارو میکنه. مگر اینکه ما به یه شرط میتونیم شرمگین باشیم. ما میتونیم به یه شرط شرمگین باشیم که ما چرا این حکومت رو بر نمیداریم، یا چرا اینجا این شرم، شاید حالا چون ما توش یه نقشی داریم میتونیم شرم داشته باشیم، ولی چه میدونم مثلا 500 سال پیش نادرشاه تو هندوستان، همون مثالی که زدم، آدم کشته، 1000 سال پیش آدم کشته، به ما چه رفت داره؟ کشته دیگه نباید میکشه. ما میتونیم نقدش کنیم. درست. ببین ولی ما اگه افتخار خیلی فکر میکنن افتخار نکردن معنیش ندونستن ارزش یک چیزه. خب در صورتی که این با هم فرق داره. خب من مثلا میتونم ارزش شاهنامه رو بدونم، خب مثلا، ولی بهش افتخار نمیکنم، ولی که من ننوشتم. خب دقیقاً. من ارزش شاهنامه رو میدونم، کاربردش هم میدونم. آره من اگه نوشته بودم کلی افتخار میکردم. من افتخار اگه من بودم به شدت افتخار میکردم و هر روز میامدم اینجا پوز بودم. خب ولی هر فارسی هم من کوچکترین کاری که بکنم بهش افتخار میکنم. من حتی اگه یه روز پاشم مثلا یه جارو بکنم اتاقمو، تا یه هفته به این کار افتخار میکنم، حالا که شاهنامه که هیچی. خب دو سه هفته ای ما خونه جارو میکنی دیگه. نه من یک کسی دیگه مسئله شد. ولی خب ببین موضوع اینه که من اگه افتخار من به شاهنامه افتخار نمیکنم، خب ولی کاربرد شاهنامه رو میفهمم، ارزشم براش بسیار قائلم. خب بسیار برای شاهنامه ارزش قائلم، ولی افتخار نمیکنم چون من هیچ نقشی توش نداشتم. خب و این ارزش شاهنامه رو دونستن و به خاطر ایرانی بودنم نیست. خب البته چون فارسی زبانم یه آشنایی دارم و به کسایی که ارزشش رو برای من توضیح دادن به خاطر این، یعنی فارسی دونستنم باعث شده که ارزش اینو بیشتر بدونی، بیشتر بفهمی چه ارزشی داره بدونم، ولی نه اینکه براش ارزش قائلم چون من ایرانی ام. خب یعنی اگه من ایرانی نبودم
و یه کسی که میتونست برای من توضیح بده که شاهنامه چیه و تاثیرش چی بوده، حتی با ایرانی هم نبودم باید میفهمیدم که این ارزشش و کاربردش چیه. خب هیچ رفتی با ایرانی بودن من نداره. یعنی ببین بعضی نوید جان اینو برای این دارم میگم، برای اینکه خیلی حساس، اگه بگی افتخار نمیکنی فکر میکنن ترجمه این حرفتو ترجمه میکنن به اینکه تو فکر میکنی این ارزشی نداره. خب برای همین ما باید توضیح بدیم که افتخار نکردن معنیش نیست که ما ارزش اینا رو نمیدونیم. داره ببین مثلا میدونی مثل چی میمونه؟ مثلا ولتر. ما به ولتر افتخار نمیکنیم ولی ولتر کارش ارزشمند بود. ما به حتی نمونه شاهنامه هومر، ما هومر هم همون اندازه شاهنامه ارزش داره تو دنیا، اساطیر تو که یا شکسپیر، ما ارزش اینا رو میدونیم و اینا هم ارزش اینو برای این میدونیم که ترجمه شدن، متوجه شدیم، بهمون گفتن، به همون دلیل هم شاهنامه رو خوندیم، فهمیدیم، چون دیگه ترجمه نیاز نداشته خودشو خوندیم. و این چیزی اضافه تر اگه کاربرد شاهنامه برای بشریت بیشتر از هومر بود ما میگیم ارزشمندتره، ولی اگه کاربردش کمتر از ولتر بود میگیم از ولتر کم ارزشتره. موضوع اینه که برای بشریت چی کار کرد، موضوع این نیستش که کی اینو تولید کرده، کجایی بوده. آخه جالب اینجاست که این مرزهایی که ما راجع بهش صحبت میکنیم اینقدر شناورن، میگیم ایران ایرانی، اینا اینقدر شناورن که مولانای ما که حالا به نظر من یه آخوند با سواد شاعر بوده تو خونیه تو ترکیه دفنه. حالا چیکارش کنیم؟ ما الان بالاخره ترک بود، ایرانی بود، کجایی بود؟ این یه جغرافیا بوده دیگه، این مرزه که خیلی ثابت نبوده ای پامونو گذاشتیم روش. ما مثلا هخامنشی و نخامنشی هم به ما چه ربطی داره؟ مرزی که ما الان توش هستیم چه ربطی؟ ما اسم کوچیکی از اونو داریم، اون که خیلی گنده تر از همه این جغرافیا بوده که. دقیقا. آره ما اصلا آره ما از لحاظ با هخامنشیان خیلی فاصله داریم از همه لحاظ، اصلا نمیشه هیچ افتخار کرد. آقا اصلا موقعی که عربا حمله کردن به ایران، به عراق حمله کردن، به ایران حمله نکردن. ولی چون عراق امپراتوری ساسانی بوده ما میگیم به ایران حمله کرد. اونا به ایران هم حمله کردن ولی بعد از اون حمله بوده، یعنی حمله اول اونا به عراق بوده. خیلی خب درست، من با حرفات قبول دارم. مرز ایران هم اگه تو طول تاریخ نگاه کنین همش اصلا یه چیزی مثل آمیب میمونه، اینجوری عوض شده. خیلی خیلی رفته این و رفتون و شما الان بریم میانگین اونا رو بگیری یه تیکت اصفهان وسطش میمونه، جایی نمیمونه. آره فکر کنم کم بکنی اصفهان میمونه. آره نه فکر کنم شیراز هم بمونه همش. آره یه قسمت وسطش هست که تو تمام این مدت مونده اون وسط، ولی بقیه‌اش بعضی دقیقا نبوده. یعنی الان یه کرد هم میتونه بگه من ایرانی نیستم چون یه مدتی تو ایران نبودم دیگه، با همون استدلال. خیلی خب نمیدونم. مرسی آمین جان، ممنون از وقتت. قربونت برم. مرسی، فدات شم. خدا خدا.